18 دی ماه سال 98، پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین با 176 سرنشین به فاصله چند دقیقه پس از پرواز با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد تا یکی از سیاه‌ترین فاجعه‌های تاریخ معاصر رقم بخورد. از آن روز تا به امروز حرف و حدیث‌ها پیرامون این رویداد تلخ همچنان ادامه دارد که تازه‌ترین خبر اظهارات غم‌انگیز دبیر شورای دفاع و امنیت اوکراین است. الکسی دانیلوف در گفتگو با روزنامه کانادایی گلوب اند میل گفته شلیک سپاه پاسداران به هواپیما عمدی بوده است. او به ملاقاتش با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اشاره کرده و به نقل از علی شمخانی گفته که سپاه به این هواپیما شلیک کرد تا از افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند. این اظهارات ممکن است برای بسیاری چندان عجیب و غیر عادی نباشد. کسانی که از ابتدا می گفتند با توجه به شواهد و قرائن این هواپیما به طور عمدی سرنگون شده است. اما اولین بار است که یک مقام رسمی دولتی با قاطعیت آن را اعلام می کند. به همین دلیل این خبر موجی از واکنش ها در رسانه ها و فضای مجازی برانگیخته است. در این رابطه یک خبر تکان دهنده هم به طور غیر رسمی در فضای مجازی منتشر شده. خبری که شنیدن آن زبان هر انسانی را از فرط خشم، ترس و شرم بند می آورد. یک افشاگری هولناک از لحظه ای که مسافران بیگناه و بیخبر در انتظار پرواز بودند. جواد سلیمانی که همسر خود الناز نبیی را در حادثه از دست داده در یک گفتگوی کلاب هاوسی گفته است که در دقایق تأخیر هواپیما بعضی از جانباختگان با خانواده‌هایشان تماس گرفتند و گفتند که مأمورانی از آنها سوال کردند که آیا پاسپورت آمریکایی دارند یا نه. موضوعی که با توجه به قدرت گرفتن گزینه سرنگونی عمدی به این معناست که آنها می‌خواستند مطمئن شوند که در پرواز افرادی با تابعیت آمریکایی حضور ندارند، زیرا کشته شدن آمریکایی‌ها مسلماً از طرف دولت این کشور بی پاسخ باقی نمی‌مانده و نتایج دلخواه از زدن هواپیما به دست نمی‌آمده است. این پرسش ساده اما به غایت هولناک و تکان دهنده از مسافران وقتی با تصویر قربانیان بیگناه این فاجعه و احتمال دردناک عمدی بودن شلیک‌ها کنار هم قرار می‌گیرد، عبوری با فاصله از تمام خط قرمزهای انسانی را نشان می‌دهد. هرچند که نظام جمهوری اسلامی نشان داده که برای بقای خود از قربانی کردن انسان‌ها ابایی ندارد. اگر یک دسته از مسلمین را در جنگ های سابق این هست، اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یک دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمان را بکشیم. مسلمان ها شهیدند و بهش میرند، کافرهاش کافرند و به جهنم. این مرد غمگین حامد اسماعیلیون چهره آشنای ماجرای سرنگونی هواپیماست که یک سال پیش دردمندانه می‌پرسید چطور برای کشته نشدن یک سرباز آمریکایی با عراقی‌ها هماهنگ شده اما به این راحتی به مسافران هواپیما شلیک کردند. حس حامد اسماعیلیون یا آگاهی‌های احتمالی او باعث می‌شود که او در اینجا به برنامه ریزی برای جنایت اشاره کند. بی‌شرف و 6 ساعت قبل به دانمارک به خود نخست وزیر عراق خبر میدن که خون از دماغ یک سرباز آمریکایی نیاد و 176 تا مسافر بی خبر که اعتماد میکنن به فرودگاه، اعتماد میکنن به ایرلاین، میرن سوار این هواپیما میشن و بعد اینا رو اینجور بیرحمانه اصلا میزنن، بعد میرن میریزن، اموالشون رو غارت میکنن، با بلدوزر از روشون میگذرن. اصلا قابل باور نیست. من میگم ما تو قرن 21 هم داریم زندگی میکنیم، ما داریم کجا زندگی میکنیم؟ تو شما اون 29 تا بچه رو، اون جوان ها رو شما ندیدین سوار هواپیما میشونن؟ چون چجوری پلن میکنین برای جنایت؟ قابل باور نیست. اصلا من نمیدونم، من اصلا نتونستم این مسئله رو هنوز برای خودم حل کنم که یه انسان چطور میتونه همچین کاری بکنه.
بعضی ها با شنیدن خبر پرسش از پاسپورت آمریکایی مسافرها یاد نقل قول دیگری افتادند که می گفت در دقایق آخر 2-3 نفر را نگذاشتند با هواپیمای اوکراینی پرواز کنند. اگر این نقل قول واقعیت داشته باشد، آنها چه کسانی بودند؟ عزیز کرده های جمهوری اسلامی یا افرادی با تابعیت و پاسپورت آمریکایی؟ بعضی از کاربرها هم در شوک و اندوه ناشی از این نقل قول گفتند اگر جمهوری اسلامی از شما پرسید پاسپورت آمریکایی دارید، حتما بگویید بله، چون می‌خواهد ببیند جرأت دارد شما را بکشد یا نه، و آرزو کردند که ای کاش چند تایشان پاسپورت آمریکایی داشتند. و بعضی از کاربران هم همچنان در حال تلاش برای هضم این احتمال وحشتناک هستند و نوشتند از مسافران پرسیدند پاسپورت آمریکایی دارید، هضمش غیر ممکن است. موقع پرسیدن این سوال به چشمهای ریرا نگاه کردند، خنده های پونه و آرش را دیدند، شیطنت های صوفی، و تمام مدت می دانستند که چند ساعت بعد این آدم ها نیستند و دنیا روی سر خانواده هایشان خراب خواهد شد. به نظر می رسد با اعلام نظر قطعی اوکراینی ها درباره عمدی بودن سرنگونی و با یادآوری و بازنشر گفته های مسافران در لحظه های آخر، پرسش از پاسپورت آمریکایی و پیاده کردن حداقل یک مسافر از هواپیما، تأخیری که درباره علت آن هنوز توضیح درستی داده نشده، پازل این فاجعه دیگر تقریبا کامل شده باشد. زمانی که هواپیما آماده شده برای استارت و تاکسی این از پارکینگ جدا شده، در فرودگاه امام علت تأخیر پرواز رو نقص فنی اعلام میکنم و بعدش در گزارشات بعدی علت رو بحث اوورویت شدن هواپیما و پیاده کردن یا جداسازی بار مسافرین بوده که این خودش باز خیلی جای بحث داره. به نظر می رسد تعداد کسانی که مطمئن هستند پرواز 752 به طور عمدی هدف قرار گرفته بسیار بیشتر از کسانی است که هنوز به احتمال خطای انسانی فکر می کنند. پس از اعلام نظر اوکراینی ها در کلاب هاوس اتاقی تشکیل شد با موضوع چرا بی بی سی فارسی از عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی ناراحت است. دلیل تشکیل این اتاق استفاده بی بی سی فارسی از کارشناسانی مانند سعید محمودی است که این ادعا را بعید می دانند. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد از همین چهر با ما هستن. آقای محمودی چقدر سندیت داره؟ چقدر وارد هست این ادعا؟ من با تردید به این ادعا نگاه میکنم. به ایران عمدن هواپیمای اوکراین رو از قبل تعیین کرده باشه و عمدن به شرکت زده باشه و ساقطش کرده باشه برای هدف مربوط به جنگ یا هدف سیاسی در واقع، بسیار بعید به نظر میرسه. ولی عمدن اون کاری کرده باشن بعیده و یه علت عمدش هم به نظر من همین است که بین اون ساعت که ایران موشکاشو به عراق پایگاه آمریکایی زد و سقوط این هواپیما، چند هواپیمای مسافری دیگه هم از ایران پرواز کردن و البته سوالی که پیش میاد اینه که چطور فقط همین هواپیما یا چطور است که این برای این هدف انتخاب کرده بودن، سوالی که به نظر نمی‌رسه جواب مشخصی داشته باشه. حامد اسماعیلیون از سعید محمودی میپرسد شما که این ادعا را بعید میدانید، لطفاً بفرمایید چه دلایلی دارید که این جنایت یک خطای انسانی بوده است؟ آیا گزارش مشاور نخست وزیر کانادا را مطالعه کرده اید؟ آیا گزارش خانم کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل را خوانده اید؟ آیا دلیل تأخیر هواپیما را می دانید؟ اسماعیلیون با اشاره به مصاحبه دیگر از سعید محمودی گفته شما گفته اید اگر کار به دیوان لاهه بکشد برای ایران هزینه مالی و حیثیتی خواهد داشت و ایران مجبور است ریز وقایع را توضیح دهد. حامد اسماعیلیون که امیدوار است با توجه به روند ماجرا پرونده به زودی راهی دادگاه لاهه شود، به سعید محمودی میگوید فقط خواستم به شما که کارشناس حقوق بین الملل هستید تذکر بدهم که منظور شما صد البته جمهوری اسلامی است و نه ایران. ما با جمهوری اسلامی طرف هستیم، نه ایران و مردم ایران.
حامد اسماعیلیون در کلاب هاوس همین انتقاد خود را به بی بی سی فارسی مطرح کرده و به جمال الدین موسوی گفته رسانه های فارسی زبان هی میگویند ایران اینجوری کرد، ایران اونجوری کرد. باید بگویند جمهوری اسلامی، نه ایران. ما با جمهوری اسلامی طرف هستیم، نه با ایران و مردم ایران. او پرسیده چرا ما باید در این قضیه با رسانه ها بجنگیم. گرچه اکثر رسانه‌های خارجی ایران و جمهوری اسلامی ایران را معادل هم به کار می‌برند، اما انتظار بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی جدا کردن حساب مردم ایران و حکومت ایران از یکدیگر است، زیرا آنها معتقدند که درصد زیادی از مردم با حکومت و سیاست‌های آن موافق نیستند. حامد اسماعیلیون در گفتگو با ایندیپندنت فارسی به بررسی دلایل عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداخته و گفته که جمهوری اسلامی پیش از این هم در مواردی به طور عامدانه هواپیماهای مسافربری را قربانی سیاست‌های خود کرده است. او ضمن یادآوری ماجرای سرنگونی هواپیمای ایرباس توسط ناو وینسنس در زمان جنگ ایران و عراق گفت امروز شواهدی در دست است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از آن هواپیما به عنوان پوشش هواپیماهای نظامی استفاده کرده و به همین دلیل ناو نظامی آمریکایی با اشتباه محاسباتی هواپیمای ایرباس را هدف قرار داده است. او تأکید کرد که در گزارش جمهوری اسلامی در مورد آن هواپیما هم هیچ اطلاعاتی در مورد استفاده پوششی از هواپیمای مسافربری نیست و حتی حکومت حاضر نشده جعبه سیاه ایرباس را از کف دریا خارج کند و همین نشان می‌دهد آنها ترجیح می‌دهند اطلاعات سرنگونی هواپیمای ایرباس هم منتشر نشود. یه حمله انجام شده بود به اون نفکش‌هایی که تو منطقه بندرعباس بودن، در نتیجه ما یه تعدادی F-14 گسترش داده بودیم به بندرعباس. امریکایی هم شروع دارن اونا به اصطلاح لاین اپ F-14 رو میشنون که این F-14 لاین اپ کرده. اون موقع یه سری صحبت‌هایی هم شده بود که یه تعدادی از خلبانای ایرانی میخوان خودشون رو بزنن به ناو امریکایی. هم اونجاست ایرانه هم یه هاپمای گنده افشاده هم هاپمای گنده ایه، یعنی تو رادارش تقریبا مثلا مثل همه. ناو آمریکایی در خلیج فارس زد یک هواپیمایی رو با قریب 300 مسافر ساقط کرد و سوزند و غرق کرد و همشون رو از بین برد. بعدم که اعتراض شد، جنجال شد، دنیا به حقانیت ملت ایران در این حادثه واقف شد، عذری که خواستن گفتن ببخشید اشتباه کردیم. عجب، اشتباه کردیم؟ هواپیمای مسافربری را بر خلاف عرف موجود بین همین قدرتمندان امروز جهانی که خیلی هم به انسانیت و مبانی اخلاق اعتنایی ندارند محترم است و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید. بعد میگید اشتباه کردید، غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردید یعنی چه؟ حامد اسماعیلیون به مسئله بمب‌گذاری در پرواز لاکربی هم اشاره می‌کند و می‌گوید بر اساس مدارکی که در کتاب حقیقت لاکربی منتشر شده، جمهوری اسلامی در انفجار آن پرواز هم نقش مستقیم داشته. به گفته اسماعیلیون، حکومت جمهوری اسلامی تنها به پروازهای مسافربری خارجی آسیب نزده است، بلکه حتی هواپیماهای جنگی ایرانی هم هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفتند. حامد اسماعیلیون یک دلیل دیگر برای عمدی بودن سرنگونی پرواز 752 را این نکته می‌داند که با استناد به مصاحبه‌های فرماندهان سپاه، پدافندی که به هواپیما شلیک کرد به سیستم سراسری پدافند متصل نبوده و دقیقاً همان شب به نزدیکی فرودگاه امام آورده شده بود. این دستگاه پدافند رو که گفتم که میره در حالت استراحت 6 و 7 دقیقه طبق گزارش خودشون میره در حالت در واقع آپریشن. خب 5 دقیقه قبل از این پرواز این دستگاه پدافند میره در حالت آپریشن، معناش چیه؟ برای چی میره در حالت آپریشن؟
چه خبری بهش داده بود این که میره در محله آپریشن؟ و به این هواپیما 6 و 12 دقیقه میگین بلند بشه، هواپیمایی که سه بار از واحدهای پدافند جمهوری اسلامی اجازه پرواز میگیره. حامد اسماعیلیون میگوید این بار هم حکومت جمهوری اسلامی قصد داشته تا مانند سرنگونی آمدانه پرواز ایرباس، این بار نیز از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری استفاده تبلیغاتی کند تا شانس انتقام گرفتن آمریکا و وقوع جنگ را کاهش دهد. او درباره اینکه چرا این پرواز میگوید سایر پروازهایی که آن شب انجام شده متعلق به کشورهای دوست و نزدیک به جمهوری اسلامی بودند، اما در هواپیمای اوکراینی هیچ آمریکایی حضور نداشت و به دلیل کم اهمیت بودن رابطه ایران با اوکراین، حمله به هواپیمای اوکراینی کم هزینه ترین راه برای اجرای برنامه قبلی بوده است. برنامه‌ای که بر اساس آن قرار بود تا یک هواپیمای مسافربری سرنگون شود و توجه رسانه‌های بین‌المللی به آن جلب شود تا فشار بر ایالات متحده برای صرف نظر از حمله نظامی به ایران افزایش یابد. اسماعیلیون با طرح این پرسش که چه کسی به یاد دارد که به آمریکا حمله‌ای شده باشد اما این کشور در برابر آن پاسخ نداده باشد افزود، مطابق با روال همیشگی رئیس جمهوری آمریکا پس از تصمیم به حمله نظامی به سالن بیزی واقع در کاخ سفید می آید و شروع حمله نظامی را اعلام می کند. اما پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به ناگهان برنامه دونالد ترامپ برای حضور در این سالن که همزمان با برخاستن 4 جنگنده آمریکایی از پایگاهی در امارات بود لغو شد. او با تأکید بر اینکه در هیچ یک از گزارش‌های جمهوری اسلامی محل دقیق پدافند مشخص نیست و به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی از چند ساعت قبل از شلیک موشک به عین الاسد به مقام‌های آمریکایی، عراقی و اروپایی اطلاع رسانی شده بود افزود در این شرایط که همه خبر داشتند مسافران و خانواده‌های آنها از برنامه حمله موشکی به عین الاسد خبر نداشتند. او با رد ادعای خطای انسانی در شلیک به هواپیمای اوکراینی اظهار داشت که گزارش جمهوری اسلامی در مورد سهوی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی نوعی مهندسی معکوس پس از وقوع حادثه بوده است. او با استناد به تحقیقات بین المللی صورت گرفته گفت که حتی اگر 105 درجه هم خطا در نشانه گیری پدافند رخ داده باشد، باز هم هواپیمای مسافربری رو به پدافند نبوده و خطری ایجاد نکرده است. از طرف دیگر جمهوری اسلامی به طور سراسیمه پس از سرنگونی هواپیما تمامی شواهد و باقی مانده بدنه هواپیما و چمدانهای مسافران را فوراً از بین میبرد و حتی نیروهای امنیتی کارتهای حافظه موبایلها و لپتاپها را جمع‌آوری میکنند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان مردم منطقه را تهدید کرده بودند تا تمامی فیلم‌های سقوط هواپیما را پاک کنند. از سوی دیگر اپراتور سامانه تور اموان سالها سابقه داشته و در روسیه دوره دیده و حتی در سوریه نیز حضور داشته است. حامد اسماعیلیون با قاطعیت می‌گوید این موضوعات نشان می‌دهد که اتفاقاً پدافند سپاه با یک نشانه‌گیری دقیق قصد شلیک به همین هواپیما را داشته است. با این توضیحات حامد اسماعیلیون نقل قول تلخ و تأسف‌بار مسافرانی که گفتند از آنها پرسیده شده پاسپورت آمریکایی دارند یا نه، بار دیگر واقعیت دردناک را با قوت و قدرتی وحشیانه به چهره انسان می‌کوبد. مسافرانی که با کوله‌باری از امید و آرزو راهی سفر بودند اما نمی دانستند که تصمیم پایان زندگیشان گرفته شده و چند دقیقه پس از پرواز در آتش سیاست و قدرت خواهند سوخت. شما درباره این قصه تلخ چه فکر می کنید؟ به نظر شما سرنگونی هواپیما خطای انسانی بوده یا یک تصمیم آگاهانه و عمدی؟ در این صورت بر کسانی که چنین تصمیمی را گرفته اند چه نامی می توان نهاد؟ بر سنگ گوری تازه نامی هست، دارنده این نام را هرگز ندیدم من. اینجا میان سوگواران آشنایانند و خیشانند و مردمانی هم که چون من دارنده این نام را هرگز ندیدند و نمی‌دانند. اما
هر کس که اینجا هست با خشم و فریادی گره در مشت میداند که او را کشت. بر گرد گور تازه جمعی سوگواران است. دیگر کسی اینجا نمی پرسد این خفته در خاک از کجا و از کدامان است. میداند او فرزند ایران است. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. کانال کوچه جایی است برای حرف زدن از مسائل روز ایران. اگر مایل به گفتن و شنیدن از ایران هستید، لطفاً نظرات خودتون رو برای کامل شدن موضوعات مورد بحث روی دیوار کوچه بنویسید و اگر روش ما رو در انعکاس مطالب میپسندید، به جمع همراهان نازنین کوچه بپیوندید. دکمه سابسکرایب در پایین همین ویدیو هست. سپاس.